رادیو قبرس تقدیم می کند هرگز سازش نکنید اثری از کریس واس با صدای سعید جسمی ما در هفته سوم کلاس های مذاکره بازی مورد علاقم رو انجام میدیم این بازی به دانشجوهام نشون میده که تا چه اندازه خودشون رو درک نمی کنن. این بازی بازی التیماتوم نامیده میشه و اینطوریه که پس از اون که شاگردانم به گروه های دو نفره پیشنهاد دهنده و قبول کننده تقسیم میشن من به هر گروه پیشنهاد دهنده ده دلار پول میدم بعد پیشنهادنده باید مبلغ روندی به قبول کننده پیشنهاد بده. اگر قبول کننده پیشنهاد رو قبول کنه، مبلغ پیشنهادی رو میگیره و پیشنهادنده بقیه پول رو نگه میداره با این حال، اگر قبول کننده پیشنهاد رو رد کنه، هیچ کدوم از دو نفر چیزی نصیبشون نمیشه و ده دلار به من بر می گرده. اینکه اونها برنده بشن و پول رو نگه دارن و یا ببازن و مجبور به پس دادن اون بشن اهمیتی نداره مهم پیشنهادی هست که میدن نکته تکون دهنده در این بازی اینه که تقریبا بدون استثنا هر انتخابی که افراد انجام میدن خودشون رو در گروه بازنده میبینن مهم نیست که اونها 6 به 4 یا 5 به 5 و یا هر پیشنهاد دیگه ای رو انتخاب کنند. نگاه میکنن و تعجب میکنن که حقشون خیلی بیشتر از دیگریه در کار ساده مثل تقسیم ده دلار پول بادآورده هیچ توافقی در مورد اینکه تقسیم منصفانه یا منطقی وجود نداره پس از اینکه این, این آزمایش کوچیک رو انجام میدیم جلوی کلاس وای میستم و نکته ای که اونها دوست ندارن بشنون رو براشون بازگو میکنم استدلال تک تک دانشجوها صد درصد احساسی و غیر منطقی بوده بعد به اونها توضیح میدم اولا وقتی که اونها پیشنهاداتی متفاوت از یکدیگه ارائه میدن چطور همه اونها میتونه منطقی باشه نکتهش اینه که اونها منطقی نبودن تصور میکردن که طرف مقابل مثل اونها استدلال میکنه اگر با این تصور وارد مذاکره بشید که طرف مقابل هم مثل شما فکر میکنه در اشتباهید این همدلی نیست بازتابی از اونه و بعد موضوع رو براشون بازتر میکنم میپرسم چرا پیشنهاد دهندگان پیشنهاد یک دلار ندادن چون منطقی ترین پیشنهاد برای اونها این بود و فرد قبول کننده هم به لحاظ منطقی نباید اون رو رد می کرد و اگر این کار رو انجام دادن و پیشنهادشون رد شده که خیلی هم محتمل هست چرا قبول کننده پیشنهادشون رو رد کرده؟ هر کسی که هر پیشنهادی غیر از یک دلار ارائه داده انتخابی احساسی داشته و شما قبول کنندگانی که یک دلار رو رد کردین از کی تا حالا گرفتن هیچی بهتر از یک دلار بوده آیا قوانین مالی به طور ناگهانی تغییر کرده این حرفا بر دیدگاهی که دانشجوها از خودشون به عنوان افراد منطقی دارند تاثیر میذاره اما اونها منطقی نیستن هیچ کدوم از ما منطقی نیستیم همه ما غیر منطقی و احساسی هستیم احساس عنصر مهمی در تصمیم گیری هاست و ما خطراتی رو که احتمالاً به دنبال داره نادیده میگیریم در کتاب خطای دکارت احساس استدلال و مغز انسان عصب شناس آنتونیو داماسیو کشف پیشگامانه خودش رو توضیح داد اون با مطالعه افراد مبتلا به آسیبهای مغزی در بخشی که احساسات تولید میشد متوجه شد که مورد خاصی در همه اونها مشترکه اونها نمیتونستن تصمیم بگیرن میتونستن به لحاظ منطقی توضیح بدن که به چه کاری میخوان دست بزنن اما حتی ساده ترین انتخاب ها هم براشون غیر ممکن بود به عبارت دیگه در حالی که ممکنه ما برای توجه خودمون به خاطر تصمیمی که گرفتیم از منطق استفاده کنیم اما تصمیمگیری واقعی توسط احساسات کنترل میشه قدرتمندترین کلمه در مذاکرات منصفانه است ما انسان ها به شدت تحت تاثیر میزان احترامی که به ما گذاشته میشه قرار میگیریم اگر افراد احساس کنند که با اونها منصفانه رفتار شده توافق میکنن و در غیر این صورت حالت تدافعی به خودشون میگیرن در یکی از مطالعات معروف دو میمون کپوچین برای انجام این آزمایش تعیین شدند پاداش یکی از اونها انگورهای شیرین بود در حالی که دیگری خیار دریافت میکرد در پاسخ به چنین بی انصافی آشکاری میمونی که پاداشش خیار بود واقعا عصبانی بود تجربه ای که طی سالها از بازی التیماتوم به دست آوردم به من نشون داده که اکثر افراد قبول کننده همواره پیشنهاداتی رو که کمتر از نصف پول پیشنهاد دهنده است رد میکنند هنگامی که به یک چهارم پول پیشنهاد کننده برسید میتونید بیخیال بشید چون قبول کننده احساس میکنه به اون توهین شده اکثریت مردم انتخاب غیر منطقی انجام میدن و به جای اینکه این پیشنهاد مسخره رو قبول کنن اجازه میدن که پول از چنگشون در بره چرا که بار احساسی منفی بیانصافی بر بار مثبت و منطقی پول میچربه آیا کار فوقلاده رابین ویلیامز رو به عنوان صدای جن در فیلم علایدین و چراغ جادوی دیزنی به یاد دارید؟ اون گفت که چون میخواسته کار فوقلادهی برای بچه هاش به یادگار بذاره مبلغ دریافتی صدا پیشگی خودش رو تا 75 هزار دلار کاهش داده که بسیار پایین تر از دستمزد معمولی اون یعنی 8 میلیون دلار بود اما پس از اون چه اتفاقی افتاد؟ فین به موفقیت فوقلادهی دست پیدا کرد و 504 میلیون دلار فروخت و ویلیامز بی نهایت خشمگین شد حالا با مد نظر قرار دادن بازی اولتیماتوم بیاید به این موضوع نگاه کنیم ویلیامز به خاطر پول خشمگین نشده بود بلکه احساس بی انصافی بود که اون رو آزار میداد. اون تا قبل از اینکه علایدین در گیشه پرفروش بشه هیچ شکایتی نداشت اما پس از این اون و وکیلش علنا شکایت میکردن که فریب خوردن از خوششانسی ویلیامز دیزنی میخواست ستارش رو خوشحال نگه داره دیزنی پس از اشاره به اینکه اون در ابتدا معامله رو با خوشحالی امضا کرده در حرکت فوقلاده یکی از نقاشی های پیکاسو به ارزش یک میلیون دلار رو برای این ستاره فرستاد. مردم ایران هم خیلی خوششانس نبودن در سالهای اخیر ایران به خاطر برنامه هستهی و غنیسازی اورانیومش در حالی تحریم شده که حد اکثر دو درصد از نیازش رو از طریق انرژی هستهی تأمین میکنه این تحریم ها برای اونها هزینه هایی بیش از صدها میلیارد دلار در برداشته به عبارت دیگه ایران مثل دانشجوهایی که یک دلار رایگان رو دریافت میکنن چون پیشنهاد آمیز به نظر میرسه خودش رو از منبع اصلی درآمدش یعنی درآمد نفت و گاز محروم کرده تا پروژه انرژی رو دنبال کنه که دارای بازده مورد انتظار کمتری هست چرا باز هم بحث منصفانه بودن مطرحه از نظر ایران منصفانه نیست که قدرت های جهانی که روی هم رفته داره چندین هزار سلاح ای هستند بتونن تصمیم بگیرن که ایران از انرژی هسته‌ای استفاده بکنه یا نکنه و برای ایران عجیبه که چرا غنیسازی اورانیوم توسط ایران غیر قابل قبولی در حالی که هند و پاکستان که به طور مخفیانه سلاح‌های هسته‌ای هم دارن اعضای جامعه بین‌المللی هستند در مصاحبه تلویزیونی معاون نخست وزیر سابق ایران دقیقا به همین نکته اشاره کرد اون گفت امروز مسئله هسته برای ایرانیا تنها مسئله هسته ای نیست بلکه مسئله دفاع از یک پارچگی اون به عنوان یک هویت مستقل علیه فشارهای دیگر کشور هاست. ممکنه به ایران اعتماد نکنید اما اقدامات اون شواهد بسیار روشنیه که نشون میده رد بی انصافی حتی با تحمل هزینه های قابل توجه انگیزه ی میده به آخرین باری که کسی به طور ضمنی به شما اتهام بی انصافی زد فکر کنید شرط میبندم که این کار بلافاصله احساس ناراحتی و تدافعی در شما به وجود آورده این احساسات اغلب ناخداگاه هستند و اغلب منجر به دادن امتیازهای غیر منطقی میشن. چند سال پیش یکی از دوستانم در شرایط پر رونق بازار خانه‌ای که در بستون داشت رو برای فروش گذاشته بود. پیشنهادهایی که دریافت میکرد بسیار پایین تر از چیزی بود که اون میخواست و ضرر بزرگی براش محسوب میشد و اون از روی ناامیدی این بمب منصفانه بودن رو بر روی افراد مایل به خرید میانداخت دوستم گفت فقط میخوام قیمت منصفانه باشه پیشنهاد که به خاطر این اتهام زمینی به لحاظ عاطفی به هم ریخته بود بلافاصله پیشنهادش رو بالا برد اگر موقع خرید و فروش چنین اتهامی به شما زده شد باید بدونید که شاید طرف مقابل مثل دوست من سعی در خالی کردن جیبتون نداره اون ممکنه فقط تحت شعاع شرایط قرار گرفته باشه در هر صورت بهترین عکس عمل اینه که نفس عمیق بکشید و تمایلی که برای پذیرش معامله دارید رو مهار کنید کاربرد دیگه بمب منصفانه بودن نابکارانه است در این مورد طرف مقابل اساسا شما رو متهم به حماقت و یا فریبکاری میکنه و میگه ما پیشنهاد منطقی به شما دادیم هدف این ضربه کوچیک وحشتناک اینه که توجهتون رو منحرف کنه و شما رو وادار به تسلیم کنه اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتی؟ بهترین واکنش اینه که صرفا بمب منصفانه بودن رو که همین الان به سوی شما پرتاب شده به خودش منعکس کنید تکنیک آینه ای باید بگید منصفانه و بعد کمی مکس کنید تا بذارید قدرت کلمه که قرار بوده روی شما تاثیر بذاره به خودش برگرده به دنبال اون از برچسب استفاده کنید به نظر میرسه که آماده اید در راستای این موضوع شواهدی ارائه بدید. این جمله به طور غیر مستقیم اشاره میکنه که رو راست باشن و یا اطلاعاتی بدن که این اطلاعات یا در تقابل با ادعای اونها در مورد منصفانه بودن قرار داره و یا دانسته های بیشتری نسبت به قبل در اختیارتون قرار میده. بدین ترتیب بلا فاصله رو می میکنید و آخرین کار برده بمب منصفانه بودن نوع مورد علاقه منه چرا که مثبت و سازنده است و زمینه رو برای مذاکره صادقانه و صمیمانه فراهم میکنه شیوه استفاده من از این اینطوریه در ابتدای مذاکره میگم میخوام که احساس کنید که همیشه با شما رفتار منصفانه میشه بنابراین لطفا هر زمانی که احساس کردید غیر منصفانه رفتار میکنم من رو متوقف کنید تا در موردش باهاتون صحبت کنم این کار ساده و واضحه و من رو به عنوان فروشنده ای صادق معرفی میکنه با این اظهارات به افراد میگم اشکالی نداره که به من بگن منصفانه برخورد نمیکنم به شرطی که حرفشون صادقانه باشه شما به عنوان مذاکره کننده باید برای کسب شهرت منصف بودن تلاش کنید شهرتتون از شما پیشی میگیره اجازه بدید به نحوی از شما پیشی بگیره که مسیر موفقیت رو براتون هموار کنه